دوری از واژه‌های آشنا. در برنامه امروز می‌خواهم در این باره سخن بگویم که چرا بهتر است از بکار بردن واژه‌های آشنا برای بگردها یا کنسپت‌هایی که نداریم خودداری کنیم. می‌دانم که این دیدگاه کاملاً برخلاف روشی است که بسیاری دست‌اندرکاران واژه‌سازی به کار می‌برند. ببینیم که مسئله چیست. مقصودم از واژه‌های آشنا واژه‌هایی است که همگان کمابیش می‌شناسند و به کار می‌برند. واژه‌های آشنا نماینده بگردها، کنسپت‌های آشنا و شناختند. مسئله این است که اگر واژه آشنایی را بر بگردی بگذاریم که در فارسی وجود ندارد، گمراهی پدید می‌آورد. ما در فارسی برای بگردهایی چون در، دیوار، کودک، ستاره، خورشید واژه داریم و نیازمند واژه‌های تازه برای آنها نیستیم. دلیل آن بسیار ساده است. این واژه‌ها بگردهای تازه‌ای را بیان نمی‌کنند و ما از دیرباز برای این بگردها واژه فارسی داشتیم. ولی واژه‌هایی هستند که به پیش پا افتادگی نان و آب و باران و باد نیستند و در دانش‌های گوناگون ساخته می‌شوند. زیرا اندیشه و شناخت با ساختن بگردهای تازه پیش می‌روند و بگردهای نو را ترم‌ها یا واژه‌های نو نمایندگی می‌کنند. ما با این مسئله تنها در دانش‌های فیزیکی روبرو نیستیم. در همه دانش‌ها وضع چنین است. حتی در دانش‌های انسانی با بگردهایی روبرو می‌شویم که جدیدند و ما آنها را نداریم. چه کنیم؟ آیا این ترم‌ها یا اصطلاح‌ها را همانطور از انگلیسی بگیریم یا اینکه برایشان برابر فارسی بسازیم؟ گرچه می‌توان بسیاری از واژه‌های تکنیکی بین‌المللی را از انگلیسی گرفت و پارسید، از مصدر پارسیدن یعنی پیرو قانون‌های زبان فارسی کردن، ولی همه واژه‌های علمی و فنی و فلسفی اروپایی را نمی‌توان پذیرفت. شمار آنها چنان بسیار است که بافت و ساختار زبان فارسی را به هم می‌ریزد و به ویرانی زبان فارسی می‌انجامد. ما نباید همان اشتباه دردناکی را که با عربی کردیم و تیشه به ریشه فارسی زدیم، این بار با انگلیسی بکنیم، چون فارسی یکی از زبانهای تاریخی و کم همتای انسان است و باید از آن پاسداری کرد و به آن توان تازه بخشید. باید از گذشته درس بگیریم. تحمیل عربی بر فارسی باعث از دست رفتن بسیاری از سازوکارهای واژه‌سازی در فارسی شد. ما هنوز هم از پیامدهای ویرانگر تسلط عربی بر فارسی رها نشدیم. امروزه نه تنها باید کاستی‌های چند سده‌ای خود را در سخن گفتن پرسون دقیق جبران کنیم، همچنین با دریایی از بگردهای نو روبرویم که پیشرفت‌های دانشی و فلسفی چند صد سالی گذشته در باختر زمین آفریدند. حتی اگر با سیل ترم‌هایی که از بیرون می‌آیند روبرو نبودیم، باز هم فراروند رهایی از آوار زبان عربی و توانبخشی به زبان فارسی ما را مجبور به بازنگری جدی در زبان فارسی می‌کرد و این با خود بسیاری واژه‌های ناآشنا می‌آورد. بازگذاشتن در فارسی به روی انگلیسی هم چنین آسیب‌های ویرانگری به فارسی خواهد زد. از اینها گذشته هیچ اطمینانی نیست که زبان انگلیسی برای همیشه زبان چیره جهان باشد. تاریخ نشان داده که در اروپا صده‌ها لاتین زبان دانش و فلسفه بود. فرانسه نزدیک به 200 جای آن را گرفت، ولی از جنگ جهانی دوم به بعد انگلیسی زبان برتر جهان شده است. ولی هیچ ضمانتی نیست که انگلیسی برای همیشه این جایگاه را داشته باشد. شاید در آینده چینی یا اسپانیایی زبان چیره شود. فارسی نباید از اینجا رانده و از آنجا مانده شود، به ویژه آنکه همه افسارهای لازم را برای توانبخشی به خود و پاسداری از خود دارد. پس
ما باید برای بگردها یا کنسپت های تازه دانش و تکنیک و فلسفه برابر فارسی داشته باشیم. پرسش این است که آیا میتوان برای این بگردهای تازه برابر آشنایی ساخت؟ افسوسمندانه باید گفت که با همه کوشش ها یافتن واژه های آشنا در برابر بگردهایی که فارسی ندارند شدنی نیست. حتی در این پرسش تا حدی تناقض وجود دارد، چون واژه های آشنا نماینده بگردهای آشنایند و نمیتوان این واژه ها را روی بگردهای ناآشنا گذاشت، چون آشفتگی پدید می آید. به خاطر دقت ترم شناسی باید از واژه های مترادف دوری جست. نادرست نامیدن یا بدنامیدن بگردها مخدوش کردن آنها و به اشتباه انداختن است با پیامدهای ناخواسته و گاه زیانبار. چنان که پیش از این هم بارها گفتم، ما خود آفریننده بگرد نیستیم. بگردهای نوین را از زبانهای اروپایی میگیریم و میکوشیم برای آنها برابر فارسی بگذاریم، گاه بیان که معنای درست آن بگرد را به خوبی فهمیده باشیم. در گذشته درباره چند نمونه سخن گفتم، به کوتاهی به آنها نگاهی بیاندازیم. یکی از این نمونه های گمراه کننده واژه ملت است. ایرانیان در پایان سده 19 در تماس با اروپا به ویژه فرانسه با بگرد نسیون آشنا شدند، در انگلیسی نیشن. واژه‌ای که در برابر نسیون گذاشتن ملت بود که به هیچ روی واژه مناسبی برای این بگرد نیست، چون ملت در اصل به معنای دین است. در ادبیات فارسی ملت همه جا به معنای دین به کار رفته است. منوچهری دامغانی: و آنان که مفسدان جهانند و مرتدان، از ملت محمد و توحید کردگار. تاریخ قازان: چون به دین اسلام در آمد و ملت نبوی و دین حنفی را به گوش هوش و سمع رضا اسخا فرمود. پس میبینیم که ملت یعنی دین، و کسانی که ملت را در برابر ناسیون گذاشتند دانسته یا ندانسته این بگرد را از یکی از مهمترین ویژگی هاش که جدایی از دین است توهی کردند و در ناخودآگاه ایرانی تخم گمراهی کاشتند. من برای نسیان واژه نفان را پیشنهادم و در گذشته به تفصیل درباره اش سخن گفتم. می توانید به ویدئوی آن بازگردید. نمونه دیگر واژه کنسپت است که در فارسی بیشتر به آن مفهوم می گویند. کنسپت یکی از واحدهایی است که اندیشه را می سازند. به زبان پرسونتر دقیق تر، کنسپت عبارت است از بیرون کشیدن دو یا چند ویژگی نوعی چیز و ترکیب این ویژگی ها با هم با بکار بردن تعریفی معین برای عمومیت دادن به این تعریف. مفهوم برابر خوبی برای کنسپت نیست، چون مفهوم به معنای دانسته شده، دریافته شده، شناخته شده، دانسته است. چند نمونه: اوصاف الاشراف: شرایط آن از این معنا که یاد کرده شد مفهوم می شود. گلستان: به زبان پارسی چیزی می گوید که مفهوم ما نمی گردد. با سابقه ای که واژه مفهوم در فارسی دارد، فارسی زبان آن را همه جا فهمیده شده می پندارد و در فهمیدن معنای درست کنسپت دچار اشتباه می شود. به این دلیل هاست که من واژه بگرد را در برابر کنسپت به کار می برم. در گذشته درباره ریشه شناسی این واژه سخن گفتم، در اینجا تکرار نمی کنم. نمونه دیگر واژه رفرم است در زبانهای اروپایی، به معنای از نو ساختن، دگرگون کردن، به شکل بهتری درآوردن. از رفرم های مهمی که در واقع انقلاب بودند می توان رفرم لوتر در مذهب مسیح در سده 16 را نام برد که پیامدهای بسیار مهمی داشت. نمونه دیگر رفرم اقتصادی حزب کمونیست چین است که چین را از کشور دیکتاتوری کمونیستی به دیکتاتوری سرمایه‌داری تبدیل کرد. این هر دو رفرم با کشت و کشتار بسیار همراه بودند. رفرم می تواند مثبت باشد یا منفی. در فارسی رفرم را اصلاح و اصلاحات ترجمه کردند که بسیار گمراه کننده است. اصلاح و اصلاحات به صلاح و مصلحت مربوط می شوند که از نظر زبانی پشت آنها پیش‌داوری نهفته است.
اصلاح و اصلاحات این شک را برمی‌انگیزند که هدف نه بازسازی و بهتر کردن بلکه صلاح و مصلحت باشد و صلاح و مصلحت می‌تواند با واقعیت رفرم در تضاد باشد. ده خدا اصلاح را چنین تعریف می‌کند: به صلاح آوردن و نیکو کردن، التیام دادن، سر و سامان دادن به کارها. پس ده خدا از اصلاح ما را به صلاح راهنمایی می‌کند. در تعریف صلاح می‌خوانیم نیکی، مصلحت، و این شاهد بسیار جالب را از تاریخ بیهقی می‌دهد. خداوند داند که مرا در چنین کارها غرضی نیست جز صلاح هر دو جانب نگاه داشتن. به نظر من صلاح هر دو جانب نگاه داشتن یعنی ساخت و پاخت، و واژه اصلاح نمیتواند برابر مناسبی برای رفرم باشد. از این روز که من برای رفرم واژه بازدیسی را به کار میبرم. از دیسیدن به معنای شکل دادن، ساختن، از دیست به معنای فرم. معیار آشنا بودن واژه نباید شرط اصلی و نخستین گزینش واژه باشد. اگر به معیارهای دقت و روشنی که در ترم شناسی دانشی بایستند پایبند باشیم، ساختن واژه‌های آشنا برای بیگردهایی که برابر فارسی ندارند ناشدنی خواهد بود. همچنین ضروری دانستن جزهای آشنا برای این واژه‌ها به معنای خودداری از گسترش و غنی ساختن گنجینه واژگان فارسی با افزایش شمار واژه‌های مستقل در آن خواهد بود. و تا آنجا که به واژه‌های تخصصی مربوط می‌شود، مثلا در فیزیک، شیمی، زیستشناسی و دانش‌های دیگر، نباید انتظار داشت که همه معنای این ترم‌ها و واژه‌ها را بدانند. حتی در فیزیک کسانی که در بخش‌های گوناگون آن می‌پژوهند، از معنای بسیاری از ترم‌هایی که همکارانشان در رشته‌های ویژسته خود به کار می‌برند آگاه نیستند. انگلیسی زبانان هم هر واژه انگلیسی را نمی‌فهمند، به ویژه ترم‌های ویژسته را، مگر اینکه برایشان توضیح داده شده باشد. پس نباید انتظار داشت که واژگان فنی ویژسته همه فهم باشند. مردم باید دنبال رو دانشوران و دانشمندان باشند، نه برعکس. سخن پایانی این که نباید هوش و دریافت ایرانیان را دست کم گرفت و پنداش که کم فهمند یا توانایی آموختن ندارند. اصل قرار دادن آشنایی واژه ها در واقع به معنای کوچک شمردن توانایی های فکری مردم است، زیرا این روش به طور تلویحی مردم را ناتوان از فهمیدن میپندارد.